بینندگان عزیز، با سلام به شما و با تبریک سال نو 2020 یا 2020، سال جدید میلادی. و جدیدن دیدم این برابر میدونستن سال جهانی. چرا میگن جهانی؟ لابد بیشتر کشورها این تقویم رو استفاده میکنن، در صورت که تقویم های مختلفی هست این برابر، تقویم دوستان کلیمی هست، تقویم مایا اون مکزیکیا و اینها هست، و تقویم مسلمان ها و تقویم ایرانی ها که دوتا هست، هم یکی خورشیدیه و دیگری هم بر اساس گردش ماه که بهش میگن تقویم قمری. در هر صورت با هر تقویمی که زندگی میکنید، امیدوارم زندگیتون پر از سلامتی و شادی باشه و این سال نو رو هم با خوبی شروع کرده باشید و بهتر از هر روز، بهتر از دیروز. بذارید من این یکی رو بردارم. بله، اینجا بهتره. خب اگه بخواید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن 202-695-2573 که در آمریکا هست میتونید تماس بگیرید. و اما مهمترین خبر امسال در رادیو تلویزیون های ایرانی و میتونم بگم در رادیو تلویزیون های آمریکایی، حتی جهان، کشته شدن یا ترور جنرال قاسم، اینجا بهش اونجا بهش میگن سردار توی ایران، قاسم سلیمانی به دست آمریکایی ها، یعنی به وسیله این هواپیماهای بدون سرنشین که با کامپیوتر و اینها حمایتش میکنن، و رفته و زده و گویا قاسم سلیمانی از یک کشور دیگه آمده بوده فرودگاه عراق، و اونها هم اون هشدل شعبیه، بعضی ها هشدل شعبی هم میگن، چند نفر میان ملاقاتش، سوار ماشین که میشن میخوان برن، این درون یا هواپیمای بدون سرنشین با شلیک موشک هایی که نمیدونم نوعش چیه، بعضی ها کاتیوشا میگن فلان، اونا خیلی مهم نیست، زدن و این رو از بین بردن، کشتن. حالا اسم این ترور هست، خودشون میگن دیگه، میگن از چندین سال پیش شما اگه نگاه کنید دولت آمریکا و کشور اسرائیل افراد کشورهای دیگر و رهبرها و اینها رو ترور میکنه، از بین میبره، وقتی که میبینه نمیتونه از طریق دخالت توی انتخابات، نمیتونه حالا به صورت دموکراسی اونها رو برچیز کنه، ترورشون میکنه. و این کلمه ترور به نظر من هیچ غلط نیست اگه استفاده کنیم برای این اتفاقی که افتاده. حالا اگه شما دوست دارید چیز دیگه ای بگید، مملکت آزاده، دنیا آزاده، و بگید. و اما دیدیم که مخصوصا دوستان کالیفرنیایی، یه خواننده هست آقای عباس صالحی اگه اشتباه نکنم، که ایشون هم بنده خدا از من گیجتره، اولا به یه صورتی میخواد ادای خیلی جوونا رو در بیاره، مثل ما که رفتیم موامون کوتاه کردیم میبینیم همه جاش کچلیم، ایشون موهاشو اینجوری میکنه اونجوری میکنه. یادم میاد ما وقتی که هنرستان محمد رضا شاه شیراز درس میخوندیم، درس که نمیخوندیم، عذاب میدادیم، میرفتیم بچه‌ها این آقای حاجی معلم رو مسخره میکردن. آقای نوبختیان قد بلندی داشت و مو داشت، ولی حاجی معلم همین نسبتاً چاق بود، هم عینکی بود، چارچش بهش میگفتن، و هم تاس بود. دوستان کچل با تاس فرق میکنه، تاس یه چیزی که هممون میشیم به مرور زمان، ولی کچلی یه مرضه، یه مریضی. خلاصه دوستان جوک می ساختن یا ساخته بودن و می گفتن و می خندیدن که این آقای حاج معلم یه روز رفته دروازه کازرون سلمونی. چرا دروازه کازرون؟ دروازه کازرون و دروازه اصفهان، این دهاتی هایی که می اومدن اونجا می نشستن روی این قوطی های حلبی، پیت بهش میگین شما تهرونی ها، این قوطی های حلبی مال روغن بود، مال بنزین بود، سرش پاره شده بود، سر و تهش میکردن، مینشستن روی این موهاشونو میزدن و
میگفتن که اینم رفته، و یه چای زعفرون هم بهشون میدادن. جالب، طرفی که صندلی و آرایشگاه نداشت ولی قوری و دم دستگاه داشت که چای زعفرون بده، یا احتمالا نزدیک قهوه خونه هایی میموندن که به اصطلاح بتونن برای مشتریشون چای زعفرون هم بیارن. و میگفتن که حاجی معلم رفته اونجا گفته که آرایشگر پرسیده یا سلمونی پرسیده تفاوت سلمونی با آرایشگر چیه، اینجا میگن هیر استایلیست یا باربر، پرسیده موهاتو چجوری بزنم، گفته یه سریشو بزن این ور یه سریشو بزن اون ور، اصلا میدونی چیه، افشونش کن، پریشونش کن. حالا طرف دو تا شاخه مو بیشتر نداشت. این دوستمونم آقای صالحی اینجوریه. یه ویدیویی دیدم واقعا باعث تاسفه. شیرازی ها باز یه ضرب مثلی دارن، شاید شما هم یه چیزی به این نوع داشته باشید که اگر کسی میخواد کاری انجام بده باید وسیله اون کار رو داشته باشه. و حتی به طور خیلی بدی میگن اگه کسی میخواد گوهی بخوره باید قاشق گوهخوری با خودش باشه. امروز وقتی این مرد برای من اون فیلم رو فرستاده بود یا برای همه شیر کرده بود، بهش گفتم آقا خب تو این هنرمند فیلمساز رو آوردی، خودتون دوتاتون جاتون تو این فریم نمیشه چون تلفن رو از این وری گرفتی، بعدم با دست گرفتی، آقا اقلا بذاریش تو تاخچه، دوتا نمیدونم شیشه آبجو، دوتا نمیدونم قند، یه چیزی بذار جلوش که این وایس شما آزاد باشیم. بعد من نمیدونم، والا ما ملت تقلیدم بلد نیستیم. یه خانم فکر کنم لیلی سینگ هست، از هفته پیش برنامه شروع کرد توی تلویزیونای آمریکایی و این خانم از یوتیوب شروع کرد. خب خیلی از ماها با استعدادتر بوده که تونسته این همه بیننده پیدا کنه که شرکت‌های بزرگ محصولاتشون رو میدن به این که نشون بده، بابتش پول بسازه، بابت هر کی میاد اونجا تبلیغا رو نگاه میکنه پول میسازن و الی آخر، آخرم رادیو تلویزیون ها رفتن سراغش آوردنش. حالا این آقای صالحی از اونوری شروع کرده، اول اومده میگه من هیچ کس قبول ندارم، هیچ کس خواننده نیست، هیچ کس هنرمند نیست، خودش میخواد همه کاره باشه، تا امروز هم به جایی نرسیده. من گفتم چی؟ گفتم چای زعفرون، چای دارچین. بله بله، زعفرون خیلی گرمون بود، کی بهت چای زعفرون میده. بله خب دوستان عزیز، نظر شما درباره این سردار قاسم سلیمانی چیه؟ میدونید که این در چند سال گذشته، اولا این یه جوانی بوده، سپاه پاسداران و بعدم جنگ ایران و عراق و بعدم دیگه همون جوری مونده اونجا تا به این درجات بالا رسیده و میشه بگیم یکی از ارشدترین، اگه ارشدترین نبوده، یکی از ارشدترین نیروهای قدس و سپاه پاسداران اینها بوده، تا اینکه دیروز کشته میشه. و آقای ترامپ هم که طبق معمول، دوستان کسی که ایراد میگرفت چرا اوباما میره گلف بازی میکنه و من اگه بیام انقدر مشغول میشم که نمیتونم گلف بازی کنم، در 3 سال گذشته از هر 5 روز 1 روزش رو گلف بازی کرد. و گلف بازی کردن اینم مثل اوباما نیست، همین دور برا هی میره این ور اون ور، همه خانواده رو میکشه میبره، یه مشتی آدم از خودش مفت خورتر هم میبره و چه خرج بالایی رو دست تکس پیرا یا مالیات دهنده ها گذاشته. بماند از کریسمس برای 2 هفته رفته این فلوریدا و کسی که باید اگه میخواد این کارها رو انجام بده از بهش اتاق جنگ میگفتن، سیچویشن روم هم میگن. سیچویشن یعنی وقتی یه موقعیتی هست، مخصوصا موقعیت های استراری رو میگن سیچویشن. خلاصه اینجا نبوده، همین تو زمین چمن به حرف شان هنیتی و به حرف جولیانی و به حرف اون یکی دیگه دولا چیه لودا و نمیدونم یکی دیگه بود، این آدم خوبی بود ولی بعدن شکایت ازش شد که گویا به چند تا زن زیر سن 18 سال به اصطلاح دست درازی کرده و اونا گرفتنش. پروفسور معروفی هست، نمیدونم دارشویتس اسمش چیه، و اونم اونجا بوده و خلاصه تصمیم گرفتن و زدن و اینها. حالا عواقب این کار رو باید دید. توی کارهای سیاسی و کشور و اینترنشنال اینها خیلی احساساتی نباید بشین، باید یکم صبر کنید تا ببینید این کار نتیجهش چی میشه و به اصطلاح پشت اون چه اتفاقی میفته. خوندم در خبرها، عکس‌هاش هم هست، که خامنه ای رفته به دیدار خانواده این آقای سلیمانی و گویا سلیمانی
امروز در عراق به اصطلاح جنازش تشییع میشه، یک شنبه در ایران، یا شنبه در ایران مهم نیست، ولی مهم اینه که ما ایرانی ها عزاداری کم داشتیم که حالا صدقه سر این آقا هم سه روز عزای عمومی به اصطلاح گذاشتن و احتمالا مردم دوباره میرن شمال، البته حالا هوا سرده نمیدونم برن شمال یا نه، ولی جمعه چون همزمان با نماز جمعه و روز جمعه هست، باز دولت ایران از این برنامه هم سوء استفاده کرد تا مردم رو به خیابون بیاره و عکس‌ها و ویدیوهاش هم هست که تعداد زیادی آمدند و در خارج هم طبق معمول همون چند نفری که میرن تظاهرات جلوی سفارت‌ها و اینها و ببینیم چه خواهد شد. بزرگترین خبر، مهمترین خبر این بود که سردار قاسم سلیمانی ترور شد، کشته شد، از دنیا رفت و احتمالاً شهید حساب میشه به سیستم ایران و همه کانال‌های تلویزیونی اونایی که با منطق صحبت میکنن گفتن این مثل کشتن اون ابوالبغدادی یا نمیدونم بن لادن و اینها نیست. اونا یه آدمایی بودن که هیچ کشوری نمیگفت، نمیذاشت حتی به اینا خونه و زندگی بدن، هوملس بودن، به اصطلاح وطنلس بودن، بی وطن بودن. این طرف حقوق بگیر دولت ایران بوده، یعنی جزء نیروهای حالا یا ارتش یا پاسداران یا قدس هرچی حقوق بگیر اون بوده و این کاری که ترامپ انجام داده اینترنشنال ترور هست و قبلا هم سالهای قبل دیدین این برونور، مخصوصا اسرائیل متخصص این کاره. طرف داشت میرفت عروسی از اون بالا میزد میگفت امروز دوتا رهبر نمیدونم فلان رو کشتیم، نمیگفت چند تا بچه و چند تا زن و اینا هم باهاشون بوده و الی آخر. ولی یه سوال از خودتون بکنید، این همه ترور در دنیا شد، از چگوارایی که تحویل دادن و گرفتن و کشتنش تا رهبران دیگه حرکت ها و جنبش ها و اینا، اتفاقی افتاد، این همه ترور خود همین سازمان مجاهدین یا اون یک سازمان فرقان بود چی بود تو ایران انجام داد و همون اوائل ایران که هنوز جمهوری اسلامی جون نگرفته بود و به اصطلاح لرزنده بود، این همه کشته داد ولی دوام بود. حالا سازمان مجاهدین یا دیگران، همین دوستمون آقای خواننده خوشحال شده که آقا دیدی ترامپ اینو کشت؟ آره ترامپ با شمشیر سوار اسب شد رفت قاسمی رو کشت، سلیمانی رو کشت. نه عزیز من اینجوری نیست. این نشون میده که دستگاه ها حتی در رده های بالا، مجتبی واحدی یه چیز خیلی قشنگی نوشته، بله، و آقای مانی خورسندی اینجا یک حقیقتی رو میگه که باید قابل توجه، میگه که سلیمانی همکار آمریکا بود در از بین بردن آیسیس. حالا شما اینو داشته باش، خامنه ای میگه که ما داشتیم آیسیس رو از بین میبردیم و چون آیسیس رو آمریکا درست کرده، آمریکا در صدد از پا انداختن افرادی مثل سلیمانی شده. البته سلیمانی فقط با آیسیس جنگ نمیکرد، خدایش باید آدم حقیقت رو بگه. سلیمانی یه مدت هم برای بشار اسد میجنگید، با مردمی که حقشون میخواستن از یه حکومت دیکتاتوری که از پدرش رسیده بود به این، اون چی اسد بود هم به این بشار اسد. در هر صورت این ماجرای دنیاست، دنیا در یه شرایط بسیار خطرناکی هست و باز برمیگردیم به سال جدید و اون ضرب المثل ایرانی که میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. من در برنامه هفته قبل، من باور کنید هم دوشنبه میخواستم برنامه بذارم هم چهارشنبه برنامه بذارم، نه اینکه از خجالت دوستان در بیام به خاطری که حمایت میکنن، بلکه خودم هم دوست دارم بیام حرفامو بزنم، ولی این چند مدت برنامه های پیش اومد که نشد. حالا امیدواریم از امسال این سال جدید و ژانویه و اینها بتونیم یک کاری کنیم که بیشتر با شما باشیم. ولی خبر اول این که از 8 ژانویه تا 15 من مسافرت هستم و اون جمعه که میشه 10 هفته آینده به احتمال زیاد برنامه ای ندارم، یا اگه برنامه ای هم داشته باشم ممکنه از همین تلفن‌های دستی و
از همین کامپیوتر و لپتاپ و اینها و این سیستم به اصطلاح اینجا و آدیو و ویدیو اینا نداشته باشه. یک خبری رو من به شما بگم، یکی از دوستان رفته بود روی صفحه مردم تیوی و حمایت کنه، برای من نوشت که آقای سربی شما میدونید که صفحه مردم تیوی سکیور نیست. گفتم والا این سکیوریتی هم من نمیفهمم، این سکیوریتی دست کیه که سکیورش میکنن؟ یعنی ما دوتا، شما میری یه جایی سکیوریتی وایساده دم در، وقتی شلوار میخری داری میای، اگه این بوق زد میگه آقا برگرد داخل، نمیدونم یا مارکشو نکندن اون پلاگشو نکندن یا شما پول ندادی، میری میخوای داخل یه ساختمان دولتی بشی سکیوریتی یا پلیس وایساده. سکیوریتی وبسایت یعنی چی؟ حالا شما بیا گوش کن. یه شرکتای اومدن برای خودشون مغازه باز کردن، یه سرتیفیکیتای درست میکنن و به شما میگن سالی $200 بده به ما تا ما صفحتون رو سکیور کنیم. چرا سکیور کنیم؟ برای که اونایی که میخوان بیان خرید کنن اطلاعاتشون، آدرسشون اینا اونجا باشه. میگم آقا ما که چیز فروشی نداریم. بله خیلی ممنون از خانم نیر قربانی ایروانی، نوشتن که پدر بشار اسد حافظ اسد بود. بله حافظ اسد بود و اینا میگن رئیس جمهور، اینا هم خودشونو مسخره کردن. اینا هم یه حکومت پادشاهی موروثیه که از پدر به پسر رسید. و باز خداییش به شما بگم دوستان، در اون مناطق ما الان دیدیم بعد از ماجرای شاه، بعد از ماجرای صدام حسین، بعد از ماجرای لیبی، بعد از ماجرای مصر، اونجاها مثل که همون دیکتاتور بهتره. باز یه قدم بریم پیشتر یا یه قدم بریم عقبتر، همین کشورهای دموکرات مثل آمریکا چه تاج گلی بر سر مردم خودش و من و شما زده که اینقدر تلاش کردیم تا از اون بر اقیانوس بیام این، و با چه بدبختی همش دلمون خوش بود اینجا انتخابات آزاد. چه انتخابات آزادی که اینجا طرف که به اصطلاح ریشه مکزیکی داره، اسپانیش هست، به خاطر بی پولی نمیتونه ادامه بده. رادیو تلویزیون ها وقتی مناظره میذارن به اصطلاح چی بهش میگن، شاخصشون، بنچمارکشون پولیه که طرف جمع کرده. میگی شما اگر توی این 3 ماه آخر سال 10 میلیون جمع کرده باشی، ما بهت وقت میدیم بیا اینجا مناظره کن، اگه نکردی برو. خب یعنی چی؟ یعنی انتخابات اینجا رو پول تعیین میکنه و یه شارلاتانی مثل ترامپ توی 3 ماه آخر سال $46 میلیون پول جمع کرده. کسی که میگفت من از مردم پول نمیخوام، من با پول خودم میام، با پول مردم تازه خرج جندبازی و نمیدونم کارهای غیرقانونی هم کرده و بمانه. حالا این ماجراهای سیاست آمریکا و تاریخ آمریکا حکایت از اون داره که تا موقعی که رئیس جمهورها یه جنگی در را بندازن و درگیر اون جنگ باشن، مردم انتخابشون میکنن دوباره. فلسفهشون هم اینه، میگن این خودش جنگ را انداخته، بذار خودش هم تموم کنه. و هر کسی که میبینه انتخابات سری دومش شانسش کم شده، میاد جنگی برای مردم بدبخت آمریکا. بله مردم بدبختن، مردم آمریکا هم بدبخت هستن. فکر نکنید اینی که میره سر کار ساعتی $10 بهش میدن، 40 ساعت اگه کار کنه میشه $400، 4 هفته میشه $1,600. $1,000شو باید حداقل بده یه سوراخ کرایه کنه که تو شب بخوابه، با $600 چجوری بره بیاد، کفش، لباس، بنزین، خوراک، بچه، مدرسه، کیف. بدبختن آمریکایی‌ها. چیزی که هست یه تبلیغاتی را افتاده، یه جوری توی دنیا سر و صدا راه انداختن و اینم برمیگرده به اون موقعی که اینجا دستمزد مجانی بوده. بارها گفتم بردهداری بوده، مزدی نمیدادن برای طرف، برای طرف اجاره خونه نمیدادن، میگفتن برو همون گوشه حیاط، طویله اونجاست، برو اونجا بخواب. میدونید اینجوری بود که اون موقع آمریکا موفق شد. کشور جوونی بود و حاصل خیزه، هر جا شما بری کشور بزرگیه و الی آخر.
یه فیلمی نگاه میکردم، گفت سرخپوسا به اینا زمین دادن، گفتن بیا بکار، یادشون هم دادن چجوری بکار. وقتی کاش گفتن خب حالا امسال برو یکی دیگه میخواد بیاد، گفت کجا برم، این زمین مال منه. و این گفت تو فرهنگ سرخپوستا، یا اینجا نیتیو بگم بهتره، بومیان، اصلا همچی چیزی نبود. اونا میگفتن زمین مال من نیست، مال تو نیست، هر کسی میاد روش کار میکنه، محصول به اصطلاح کشت میکنه، محصولشو برمیداره میره، نفر بعدی میاد، نسل بعدی میاد. ولی اینا اومدن بهشون گفتن نه، اون هلویه. و سیستم جدیدی رو راه انداختن که هر کسی از اینا اومد زمینا رو گرفت، به نفرات بعدی فروخت. بچه‌هاشون هم میبینید که یکی یکی هم از راکفلر گرفته تا همین دوست خودمون هم که فوت شد، آقای باتمان قلیچ، و خیلی ایرانی های دیگه هم هستن که زمینای زیادی رو اینجا خریدن، به قیمت ارزون گرفتن، حتی یاد گرفتن که برن یه جایی آبادی و آبادانی را بندازن، چند سال که گذشت برن کاونتی بگن آقا این مال ماست، سند بگیرن بمانه. میگن که PayPal is secured website، ولی خب اون دوستی که میخواد بیاد روی وبسایت ما بعد کلید حمایت رو بزنه که معمولا نمیزنن، یا کلید نمیدونم دونیشن رو بزنه، اون وقتی میاد براوزرش مینویسه که مردم تیوی is not secure، ولی الان سکیوره. بهتون تبریک میگم، به خودم تبریک میگم که دیروز وقتی این دوست و پریروز پیغام گذاشتم که آقای سوری من میخوام یه کمکی کنم ولی صفحتون اینجوری، ما براش نوشتیم آقا شما میتونی همین که شما میگی، شما میتونی مستقیم بری تو پیپال، اون که سکیوره، از اون ور برای ایمیل ما به اصطلاح حمایتت رو ارسال کنی. صحبت از حمایت شد، اول سال، آخر سال 2019 هم گذشت، اگر لطف کنین حمایت کنین ممنون میشم. اجازه بدید که چون آقای اکبر اکبری هم اینجا هستن، من یک فیلمی رو ایشون در رابطه با شکنجه گذاشته بود روی صفحش، خیلی جالب بود. وقتی این فیلم رو نگاه کردم دیدم این فیلم داستانی هست که گویاز اسمش هست، GOYA، نمیدونم کجاست، نمیدونم حقیقی فلان نه، و این شعار مارکسیست هاست، زمین مال اوست که میکاردش. خلاصه به نظر میرسه مارکسیست ها گند زدن به قانون دنیا که آقا من تا زنده هستم این زمین مال من، استفاده میکنم، مردمم محصولات من رو بخرن، وقتی من مردم یه نفر دیگه اگه اومد رو زمین کار کرد، نه اینکه زمین ها رو تقسیم کنم و بمانه. برید حتما، یا آقای اکبری اگه لینک رو اینجا شیر کنه، ببینید دوستان صحبت از شیر کردن شد، لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون هم شیر کنید، هر کدومتون حالا 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا خبرهای خوب زیاد دارم. دو سه هفته گذشته یه دفعه هم یوتیوب ما که مدت ها بود ما رو جریمه کرده بود و نمیذاشت پول بسازیم از طریق مانتیزیشن، شروع کرد به پول ساختن. اونم چه پولی، حالا وقتی میگیم پول شما فکر کنیم مثلا ما مثل شازده فلان میریم از سعودی 6 میلیون میگیم، نه آقا، هر کسی میاد آگهی رو نگاه میکنه یا یه ویدیو رو نگاه میکنه، یه 2 سنت یا یه سنت میدن. یعنی 100 نفر اگه بیان اونم بلد نباشه اسکیپ ادو بزنه میشه 1 دلار، ولی همین 1 دلار آخر ما میشه 100 دلار، 150 دلار، یه خرج از این خرج کمی که ما اینجا داریم اونو کاور میکنه یا پوشش میده. بله، آقای اکبری این ویدیو رو که گذاشته بود ما نگاه کردیم و دیدیم که چه جالبه. آمده بود یه نفر، یک کشیشی بود در خانواده متمول و ثروتمندی، چون اون زمان مثلا این لوستر داشتن و چلچراغ داشتن خونه هر کسی اینجوری نبود، و صحبت میکنه و به طرف، حالا اونم چجوری به طرف صاحبخونه میگه که ما دختر شما رو گرفتیم و دختر شما اعتراف کرد که شما هنوز نمیدونم کلیمی هستین یا یه چیز اینجوری، خلاصه اوناش مهم نیست. اون طرف میگه دختر من همینجوری اعتراف کرد، میگه نه شکنجهش دادیم، میگه ای بابا شکنجه رو که شما سالها گفتید غیر قانونیه و اینجوریه، گفته نه الان بعض وقتا لازمه. پدره میگه آقا این هر کسی رو شما شکنجه بدید هر چیزی رو بخواین بهتون میگه. اون مرده که مذهبی است و اون دستیارش هم همراشه، این UPS زنگو میزنه چیزه رو میذاره میره.
خلاصه میگن که نه، اگر کسی حقیقت رو بگه خدا کمکش میکنه، تحمل شکنجه براش مقدور میشه و میتونه مقاومت کنه. میگه خب بیان یه بندی ببندید به دست این آقای حاجی کشیش، بکشینش به این بالا. بعد میگه چرا و فلان، اون یکی رو میندازه بیرون تو خیابون، میگه اینو بکشید بالا و اینجا بنویس که من قلم و کاغذم میذاره، اول مقاومت میکنه بعد خلاصه مینویسه، کاغذ رو برمی داره میگه که برو دختره رو آزاد کن، اگه آزاد نکنی این قلم و کاغذ که اینجا نوشتی و مردم میدی. این نشون میده که چه جمهوری اسلامی باشه چه سازمان مجاهدین باشه که از اعضای خودش حتی اعتراف گرفته، این اقرار گرفته، این اقرارها به درد عمه‌شون میخوره. چه پلیس آمریکا باشه که بعض وقتها یه جوان بیچاره‌ای رو که بلد نیست میشونن اونجا، بهش میگن که ببین تو اگه بگی این کارو کردی الان ولت میکنیم بری خونه. اونم میبینه مثلا ساعت 3 صبح از 7 شب گرفتنش، برید نگاه کنید ببینید تو همین نیویورک 5 تا پسر سیاه‌پوست رو گرفتن و بعد همین ترامپ شارلاتان میگفت اینا رو باید اعدام کنن. بعد از سالها یکی دیگه گفت آقا اصلا اینا نبودن، اون بوده که اون زن رو تجاوز کرده و اینها، و اینا آزاد شدن، میلیون ها دلار بهشون دادن. ولی میلیون ها دلار دادن وقتی که شما هر روز در زندان باشی و جوانیت اونجا از بین بره چه فایده ای داره؟ هیچی. بله، میگه که info@mardomtv.com برای ای ترانسفر خوب است. خب کاکا جون، حالا که شما میخوای لطف کنی این آدرس خودم رو استفاده کن، usa.sorbi@gmail.com. حالا دلیلش هم بهتون میگم، چون این فوری میاد برای من، ولی اون اینفو از مردم تیوی میره توی میل باکسی که مال مردم تیویه، بعدن برای ما میفرسن. گاهی وقتا اونا اطفار میریزن ولی اب نداره. حالا شما امتحان کن. یادم ما برای این دوستمون که کار میکردیم وقتی که چیز بود، اولا میخواستیم یه جایی مثلا ویدیو و آدیو اینا بگیریم، رادیو اینا صدا رو که میخواستیم چک کنیم، میرفتیم پشت میکروفون یا اینجوری تق 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 میزنیم. این بهترین کاره که با دست بزنید چون خودتون صدا رو میشنوید، چون بعضی وقتا وقتی حرف میزنید خودتون صدای خودتون نمیشنوید. بعد یا یکی میمد میگفت که چک چک چک، بعد به شوخی میگفتیم چک، کش، کردیت کارت، هرچ. هر کی هم میمد میگفت شما مثلا چک قبول میکنید، میگفتیم شما بخر هر چی بگی ما قبول میکنیم، از کش، کردیت کارت، چک و الی آخر. یادم سالها پیش این معتاد نادان میگفت که مگه من قاچاقچی هم که کش بگیرم؟ براش نوشتم احمق، نصف رستوران ها، بیشتر تاکسی ها، همه اینا کش میگیرن، ولی دفتر دارن، حساب مینویسن که امروز انقدر کش گرفتم از فلانجا، آخر سالم مالیات میدن. اون قسمتش تو دوز هستی که نمینویسی و حالا میبینید که هر روز داره پول نقدینه یا به اصطلاح کش کم میشه و از بین میره. و واقعا بعض وقتا من میبینم از اول ماه تا آخر ماه هیچ پولی جای خرج نکردم یا پول نقدی از کسی دریافت نشده. بماند این فیلم رو، دیدنش رو بهتون پیشنهاد میکنم اگر از صفحه آقای اکبری دیدن کنید. و یک خانمی به نام زینب منتظر یک دروغی رو نوشته بود که من براش نوشتم که آخه شماها خجالت بکشید، این همه سال دروغ گفتید رسیدید به آخوندا، حالا هم دروغ میگید، از این آخوندا به چه نکبت دیگه میخوام برسید؟ یا دیدید حتما این برانور نوشتن شاه دکترای فلان داشت، شاه دکترای فلان داشت. آقا خانم، این دکترای افتخاری رو به منم میخواستن بدن. این آقای ابوالقاسم صمدیان که بنده خدا دانشگاه گلوبال یونیورسیتی رو درست کرده بود، و چه جالب الان گلوبال یونیورسیتی دانشگاه مریلند آمده این اسم رو برداشته و به من میگه که سوربی بیا من به میبودی دادم، به نمیدونم سکویی دادم، به اون میرفسفس دادم، بیا به تو هم گفتم نه آقا من نمیخوام دکترا. اتفاقا امروز دیدم یه آقای هست به نام مهدی هاشمی‌زاده، هاشمی نژاد، و اینم نوشته بود آقای دکتر سوربی، گفتم نه آقا بنده نه دکترم نه مریض و بیمار و خیلی هم خوشحالم. و برید اونجا. بعد در رابطه با برید اونجا
وقتی که هفته پیش آقای سعید کاووسی نوشت راجع به آخونده و اینا، بهش گفتم که باش تماس گرفتم خارج از صفحه عمومی، نوشتم آقای کاووسی شما بیا یه برنامه چند دقیقه ای درست کن راجع به آخونده تو من اینجا پخش کنم. آقا یه نفر بلد نیست، به یکی شما میگی بیا، مثل یه نفر به من بگی بیا تنبک بزن، خب بلد نیستم. به شما میگیم آقا بیا شما پرکاشن و تنبک و فلوت و اینا بلدی، شما بیا بزن. وقتی شماها نمیزنید اون وقت تقصیر شماست که منم یه قوطی برمیدارم طلب طلوب میزنم، دنبال فلان میزنی بمانه. ایشون چون نداره چیزی برای گفتن، و حتی براش نوشتم آقا یک نگاهی به برنامهات بکن، شما نتونستی ادامه بدی برنامهات رو برای که نمیتونی مردم رو بشونی براشون حرف بزنی. ما یه دوستی داریم، ایشون استاد دانشگاه بوده، اینجا هم استاد دانشگاه، متاسفانه ایشون فن جذب شنونده رو نداره، و یه شبی بود ایشون میخواست صحبت کنه و هرچی حرف میزد مردم هی حرف میزدن، ناراحت میشدن، این ناراحت شد که چرا گوش نمیدید، همه باید ساکت باشن تا من حرف بزنم. من بهش گفتم که بابا ما ضرب المثل ها داریم که نمیدونم حرف خوب اگه بزنی جلب میشن، نمیدونم حرف اگه درست باشه حتی شاگرد گریزپا به مدرسه میاد تو اینها، و ایشون ناراحت شد گفت نه من احتیاج ندارم شما به من نصیحت کنی. نا گفتم بنده حالا نصیحت پیشنهاد من، چون دیدم عصبانی شدی بهت گفتم. چرا من اگه میخوام صحبت کنم یه جایی اگر 100 نفرم باشن بلدم جلب کنم، اولا باید از دیگران یاد بگیری. من یادمه اولین بار این جورج میسون آقای دیویدی هست، در یک مهمونی ما دیدیم باش آشنا شدیم، وقتی فهمید من ایرانی هستم گفت آقا من توی کلاس اینترنشنال انگلیسی درس میدم و دوست دارم شما به عنوان یه آدمی که از ایران هستی بیای اینجا برای اینا صحبت کنی. بپرسید از این همین دوستمون آقای سم، سوال کردم آقا من دعوت شدم برم صحبت کنم، من عادت دارم کار کردم جلو دانشجو جلو چیز باشم ولی توی آمریکا نرفتم. ایشون برای من قشنگ یه پاراگرافی نوشت که هر صحبت کردنی 3 تا بخش داره، بخش اول شما باید ببینی درباره چی میخوای صحبت کنی، بخش دوم باید اجازه بدی همون Q&A باشه، یا بخش دوم بذاری اونا شرکت کنن، بخش سوم جواب بدی و ببندی و بری. خلاصه این ماجرا رو آقای سعید کاووسی فعلا از زیرش در رفته که بیاد اینجا، اینم بشه سعید سکویی شرق آمریکا و بشینه فوش بده، بشینه راجع به دوشک نمیدونم خامنه ای و خشتک خمینی و اینو اون صحبت کنه و فعلا زیر آبی در رفت. آقای کاووسی نمیدونم امروز هست یا نیست، چون بهتون میگم وقتی من اینجوری میکنم. بله آقای اکبری میگه فیلم رو فرستادم روی مسنجر شما، خیلی ممنون. و من الان نگاه میکنم و ببینم کجاست آقای اکبری. خب آره اینو چجوری الان میشه لینکشو فرستاد؟ فکر کنم امتحان میکنیم، همه چیزا رو آدم امتحان کنه یاد بگیره بد نیست. همین ماجرای SSL سرتیفیکیت، دیروز ما وقتی زنگ زدیم به اینا گفتیم که اینجوری، و اینا گفت که اینقدر باید بخری، سالی اینقدرم باید شو ویدیو کپی اینها، حالا کپیش کردم بذار ببینم اینجا میشه رو همون ویدیوه. بله شما کپی رایت کلیک میکنید، 2 تا آپشن 3 تا آپشن بهتون میده، میگه که سیوش کن، میگه کپی کن از این زمان، مثلا میاد یه جایی صحبت کرده از اون تایم یا از اولش، ما رو زدیم شما یکی روی بزنه ببینید باز میشه یا نه. و فیلم جالبیه، اصلا بذارید اینجا حالا که ایشون لطف کرده زحمت کشیده ما هم نشون بدیم و با هم ببینید که توی این مهمانی شام یا ضیافت شامی که بوده چی میشه چی میگذره، و بعدش هم خودتون این فیلم رو توی فیسبوک ببینید با انگلیسی و زیرنویس. بعد اجازه بدید. I couldn't say she must first stand trial. Mm-hmm. Why? For what she has confessed. What did she confess? She
confessed that she had secretly practiced the Jewish rituals of her forebears. بله درست گفتم همون میگه که confess یعنی اعتراف کردن، میگه که اعتراف کرده که هنوز اون دین اجدادی خودش رو پرکتیس میکنه یا تمرین میکنه و اینم این if you see this logo on the link the site is secure. خب همین الان مردم tv.com رو بزنید، خیلی ممنون که اینو نشون دادی، منم اینجا بزنم نشون بدم و با هم ببینیم که مردم tv.com هم سیکیور شد و ما خرجی هم متحمل شدیم. و حالا اگه دوستان بله این باید نیو بشه، رینیو بشه یا هرچی، اجازه بدیم توی این صفحه بیارمش. این برازرها هم هر کدومش یه کوفتی و یه ماجرای مختلفی، بذار من توی این صفحه اینجا بازش کنم مردم tv.com و اون قفلی رو که آقای سعید خان عزیز میگه اینجا شما میبینید، نگاه کنید ایشون اینجا میگه وقتی این آدرس رو میزنی در این گوشه کامرای دو اینجا، اینجا یه قفله که این قفل نشون میده که این این به اصطلاح قفل هست و سکیور و امن و امانه. بذار من اینجوری شاید بزرگتر بهتون نشون بدم، اینه ببینید اینجاست، این میبینید این قفله، روی قفلم که بزنی بهتون میگه connection is secure. اینم برای اون دوستانی که میخواستن از طریق صفحه مردم تیوی حمایت کنن و نگران بودن که یه وقتی سایت چیز نباشه، سکیور نباشه. ببینید شما وقتی میایین اینجا دوتا، یکی این ور نوشته دونیت، یکی این ور نوشته همیاری، روی اینها که کلیک میکنید شما رو میبره تو صفحه پیپل، همون پیپلی که من الان مثلا میگم من 10 دلار میخوام بدم به تلویزیون مردم، اون وقت اینجا ازتون میپرسه که حساب داری یا نداری. لازمم نیست حساب پیپل داشته باشید، اگر حساب پیپل هم نداشته باشید میتونید این کار رو انجام بدید و به اصطلاح با کردیت کارت، با چکینگ اکانت و همون جوری که بهتون گفتم بخوای پول بدی هر جوری باشه ازت میگیرن. و اما ماجرای این که در آمریکا هر روزی رو به عنوان یک چیزی اعلام میکنن، گویا دیروز National Day of Return بوده، یعنی روزی که مردم، حالا ببینید دیروز دومین روز سال جدید بوده، اولین روز که خب همه تعطیل بودن، حتی بعضی از فروشگاه هم تعطیل بود، ولی دومین روز مردم آمریکایی که از دو ماه سه ماه پیش از هالووین به فکر این بوده برای حسن چی بگیرم، برای حسین چی بگیرم، برای مارک چی بگیرم، برای جیم چی بگیرم، همه این آشغالا رو از فروشگاه ها بردن و دادن و کاغذ و نمیدونم کادو و اینها، حالا یکی یکی چه عرض کنم صد تا صد تا میارن میدن پس. حالا اینا هم زبل شدن، اینا میگه ما برای پس دادن یا پس گرفتن از شما هم امکاناتی فراهم میکنیم که شما بتونید به سهولت و آسونی این رو پس بدی و فوری یه کارت بهت میدیم بری دوباره خرج کنی. میگه لازم نیست چیز رو تو باکسش بذاری، لازم نیست آدرس ریترن داشته باشی، حتی آمازون یک قدم رفته جلوتر و آمده با یک سری از این فروشگاه های بزرگ، اینجا میگن افیلیت، کلمه افیلیت رو به ایرانی کم دیدیم کم شنیدیم، همکاری کردن. من یادم سالها پیش توی بالیز هالیدی اوز بودم و من چون لایف تایم داشتم، اگه میرفتم یه شهری مثلا میرفتم فیلادلفیا زنگ میزدم میگفتم من اینجا هستم، اینجا بالیز نمیبینم، میگفت دوربرت نگاه کن گیت فلان هست، گیت ورد هست، ورد گیت هست، گفتم بله، میگفت برو اونجا. اون وقتا که مثل اینترنت الان نبود، اینا با هم افیلیت میکردن. حالا آمازون هم با اینا افیلیت میکنه و شما میتونی چیزا رو ببری بذاری تو بست بای، ببری الکی نبری اینا چک کنی، مسئله دارم میزنم. و یه روز هم به عنوان روز پس دادن چیز شد، حالا یه روز روز خریده که میشه جمعه سیاه و براتون بارها گفتم. بیان یه سری بزنیم به این نوشته خانم زینب
چی گفتم؟ وقتا هم گفتن زینب زیادی به این دخترهای خونه که خیلی اذیت می شدن منتظر. این بند خدا هم زینب هم منتظر، فکر کنم ایشون باشه. معمولا اینا بی نام و نشانن. بله، یک مقاله هم نوشته بود و نمیدونم در اصل کجا هست که من از ایشون هم دعوت کردم که اگه میخواد بیاد مثل قسمت مسیج صفحه خودش بیاد با ما صحبتی داشته باشه تا ما از دانش اینها یاد بگیریم. ولی معمولا خودشون چون میدونن که اینا دروغ گفتن نمیرن جایی. تنها جایی که میرن مثل بچه های تخصی که یه سنگ میزنن یه جا در میرن اینه. من برای ایشون نوشتم طبق نوشته شما درباره بحرین و شاه میشه گفت هم شاه دیوونه بوده که درباره بحرین صحبت کرده، هم هویدا احمق بوده، هم نمایندگان مجلس شاه. آخه خجالت هم چیز خوبی است. این همه دروغ گفتید و نوشتید، از شاه به شیخ رسیدید، باز هم دروغ میگویید. اینو برای این خانم زینب، حالا کیه این خانم زینب؟ صفحهشو نگاه کنید. اینم صفحه خانم زینب، نگاه کنید. اینا هستن که شما باید مواظب باشید توی صفحات بی نام و نشانی که حالا یا قدم میزنید یا قلم میزنید. این یکیه، اجازه بدید ببینید. یک خانمی با روسری عکس از پشت اینجوری گرفته گذاشته، بعد اینجا هم نوشته followed by 3658 people. شما وقتی که خودتون هستین و آدم درست حسابی هستین و چهار تا چی منطقی می‌نویسی، چهار تا چی درست می‌نویسی، چهار تا خبر رو برای جامعت می‌رسونی، وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی به زور 200 نفر اینور اونور دوست داشته باشی، اون وقت این خانم زینب کور 3658 چه کسانی اینو فالو میکنن؟ کسانی هستن که هی لاس میزنن قربونت برم فلان بدبختا. این حالا عکسش که نذاشته، تازه عکسش که میذاره اصلا یه آدمه، ببینید به جای زن مرده، به جای جوون پیره، نمیدونم به جای فلان زشته بمانه. خب خیلی ممنون از آقای اکبری. من اینجا این دو نفر رو نوشته بودم، اکبر اکبری و این خانم زینب منتظر دروغگو، که آمده بود نوشته بود اصلا بحرین از زمان فلان مال اون بود. میگم احمق برو مجلس رو نگاه کن که این ازهاری نشسته، اون دکتر پزشکپور میاد اعتراض میکنه، اون یکی هویدا میاد میگه بحرین دختر ما بوده، عروسش دادیم، عروسش کردیم رفتیم، میخواستی ننه تو شوهر براش پیدا کنی. البته این بدبخت هویدا نتونست حتی برای خودش یه زن پیدا کنه بماند. خب و اما ببینیم که کجا هستیم و چی اینجا هم نوشتیم. قاسم سلیمانی ترور شد. مهمان برنامه امروز ما در قسمت اول که کانون آوا بود آقای قربان علی حسین نژاد بود که سالها وقتی خودشون جدا شده بودن تلاش کردن که دخترشون هم از سازمان جدا بشه و این مژده به اصطلاح داده شد که دختر ایشون آزاد شده و زندگی خودش رو شروع کرده. من این یقه رو میارم اینجا بالا، اعصاب آدم خرد میشه وقتی یقه ها اینجوری میره بالا. بله اینجوری راحت ده. خلاصه با ایشون بودیم، صحبت های خوبی کرد که لینکش تا یکی دو ساعت دیگه روی کانون آوا و روی فیسبوک هم موجود هست و خواهد موند. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. در قسمت دوم برنامه امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. با آقای امیر حسین لادن قرار بود درباره همین دروغگویی یا همین چیزای اشتباه رو نوشتن صحبت کنیم، ولی وقتی این برنامه قاسم سلیمانی و ترورش مطرح شد و برنامه های همه رادیو تلویزیون ها به این اختصاص پیدا کرده، فکر کردیم که در این مورد با ایشون چند دقیقه باشیم. پیشا پیش از ایشون ممنون و متشکرم و تشکر میکنم و باز هم همونجوری که گفتم شما هم اگه بخواید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اینم از این، خیلی راحت و آسون. و آها برگردیم به اون 10,000 تا گفتم این چند هفته گذشته. دیدم که بذارید اینجاست نشونتون بدم.
از 10,000 تا هم رفته فیسبوک بالا. البته بهتون بگم ای کاش من 100 نفر داشتم، ولی 100 تا مثل سعید بود، مثل اکبری بود، مثل خورسندی بود، مثل آقای پتیک بود. پتیک که اصلا رو فیسبوک نیست، والا اون باز ببینید هر چی میریم میخوریم به این چیزایی که به صورت ضرب المثل گفتن ما یاد گرفتیم. ضرب المثلی داریم که میگه یک مرد جنگی بهتر از 1,000 تا آدم علاف به کار میخوره، به کار میاد. اینم اینه. بذار ببینم من اینو دارم یه جایی نوشته بودم، بله فیسبوک اینجا ببینم عکسش میاد. آها پلیر 4 اینه. یا شاید یه چیز دیگه، ما وقتی عکس میگیریم از صفحه، آقای سعید اینو من سالها پیش یاد داد و باور کن من هر وقت اینو استفاده میکنم یاد شما میفتم. چرا بعدن نوشته ها اینجوری میشه، این کوالیتیش رو میشه تنظیم کنه که آدم بیشتر وایسه. حالا چون اون صفحه رو درست نشون نداد، بذارید من اینجا به شما نشون بدم و باز هم اگه خواستید با یه مبلغ بسیار ناچیزی، 10-15 دلار، 20 دلار، 50 دلار، تو این حول و حوش میتونید از این صفحه ما هم استفاده کنید. بذارید من این صفحه رو به شما اینجوری نشون بدم. این صفحه مردم تیویه روی فیسبوک، کامرای 3، بله اینجا. حالا ببینید وقتی که اینو میارید پایین، اونجایی که میگه همه ما میتونیم با هر عقیده و دین و فلان اینا زندگی کنیم، و بعدش هم میگه تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است، و بعد میان پایین نوشته ریسپانس من که اون وقتا 100% و 98% بود الان 60%. چیه دلیلش؟ این کریسمس و سال نو و تعطیلات و گرفتاری که من همش بیرون بودم. ولی بعد مینسته که 10,000 فالوز، یعنی 10,000 نفر ما رو دنبال میکنن، و اینجا نوشته 97,890 تا آمدن ریچ توی یک هفته. 97,890 نفر، 91 نفر درست خوندم، 90 یاده یه ایرانی افتادم توی برنامه این میخواد دلار و میلیارد و تومن و اینا رو بگه، اون احمق دیگه از من بدتر، هر چی تلاش میکنه نمیتونه. بعد اون بریا هی میگن بابا این مثلا اینقدر میلیارده، بعد میگه خب اینقدر میلیارد 1,000 تومن، اینقدر میلیارد میلیون تومن. نمیدونم اون ویدیو رو دیدید یا نه. در هر صورت دوستان ببینید 97,891 پست ریچ دیس ویک. از اون ورم پایین ترش نوشته که 48,614 تا ویدیو ویوز دیس ویک. حالا لابد صفحه ماست که داره میگه. و جالبه عکس آقای ابهری اینجاست، بها ابهری، که خیلی سعی میکنه که وبسایتش رو بعد از مدت ها که تنبل بوده و کار نکرده راه بندازه. و بهش گفتم آقا وبسایت مرد، وبسایت مال قرن 20 گذشت، الان قرن 21 این سوشال میدیا. حالا من تنبلم، خودم قانع کردم به فیسبوک وایستادم، روی وبسایتم برای که ما چیزایی داشتیم از قدیم کمی فعالیت میکنم بماند. میان اینجا نگاه کنید دوستان، 10,559 نفر این صفحه رو دوست داشتن یا لایک زدن. بعد نوشته 10,799 نفر فالو میکنن. اون دیگه چه ماجراییه که یه عده فالو میکنن ولی دوست ندارن. اینجا دوستان کاری به 1,000 نفر و 5,000 نفر نداره، اینجا میلیون ها نفرم میتونن بیان. همونجوری که اونایی که پول میدن یه دفعه میبینید یه شبه خانم مسیح علی نژاد 250,000 نفر نمیدونم آمد با اون حجاب چی بود، آزادی یواشکی و اینها، و الی آخر 2:56 است. 4 دیگه یا شاید 3 دیگه بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و من هم مثل شما شنونده باشم و از ایشون یاد بگیرم. شما هم در حین برنامه ایشون اگر صحبتی دارید، نظری دارید، سوالی دارید بنویسید، من میپرسم. آقای اکبری میگه این از ضعف برخی هموطنان ما در مقابل جنس مؤنث است. من خودم کمیابترین پست ها را میگذارم 10-12 نفر بازدید کننده دارم. همان پست را یک زن یا زن نما باریکلا شیر میکنند، فقط تعداد لایک هاش بیش از 200 است.
کاکو کارمون خیلی خرابه. خیلی ممنون، خوشحالم که در این قسمت با من هم عقیده هستید. کارمون خیلی خرابه و این ماجرای کارمون خیلی خرابه باید ببینیم چجوری میشه درستش کرد و از این ماجرا بیایم بیرون، و الا اگه برسیم به یه جایی که کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست، اون وقت باید بریم برگردیم باز یک کم راجع به آقای کاووسی صحبت کنیم. برای آقای کاووسی گفتم آقا اشتباه شما هم مثل دوستانی که در کالیفرنیا هستن اینه که فکر میکنی با این تلویزیون شما میتونی یک کاری انجام بدی، ممکنه به عنوان پروپاگاندای وسیله‌ای باشه بتونی 4 نفر رو جلب کنی، ولی وقتی پای کار کردن میشه اون نیرو تو باید بتونی صدا بزنی بیاد، اون آوردنشون مهمه که نتونستی. شما ببینید تو برنامه تلویزیون رنگارنگ آمدی، تو برنامه ما آمدی، تو تلویزیون آقای مرتضوی رفتی، ولی نمیتونی، چون اولا خودت ابلیگیشن برای خودت درست نمی کنی، خودت مقید نمی کنی که یه ساعتی سر ساعت معین یه جایی بیای بشینی برنامه بذاری، یه روز تو ماشین، یه روز اینجوری که برنامه نمیشه. اینجوری میشه این بازیچه‌ای که بچه‌ها درست میکنن، از شام خوردنشون فیلم میفرسن، از چهارشنبه سوری فیلم میفرسن، از رو آتیش میپرن، آمریکایی‌ها هم کبریت میزنه دم کونش فایر چه درست میکنه. بماند بریم سراغ این. در صورت ما از آقای کاووسی دعوت کردیم، ایشون گفت که نه اینجوری نمیشه و فلان نمیشه و اینها، رفت همونجوری که اون خانم لیلا میلانی هم که بهش گفتم شما یه بار بیا بشین، اصلا من شما رو اون روز میکنم ادمین فیسبوک ببینم چجوری میتونی کنترل کنی، اونم در رفت و نیامد. اینم بذاریم اینجا. بله خب ساعت 2:59 است و ما اینجا هم اسم آقای امیر حسین لادن رو بنویسیم آماده، بعد تین برنامه آدرس وبسایت ایشون رو هم می‌نویسیم. آقای امیر حسین لادن کجا هستن؟ ایشون آمریکا هستن. بله این هم فانتش رو درست کنیم، تنظیم کنیم و بیایم سراغ شما. این هم برای کامرای 2 و بله تماس بگیریم با آقای لادن. سوم ژانویه 2020 هست. امیدواریم که همون جوری که بعضی از دوستان مثل آقای سهراب چمنارا فکر کردن سال 2020 اتفاقی میفته و اینا میگن میراکل، معجزه ای انجام میشه، انجام بشه و واقعا دنیا بره به طرف آزادی و صلح و آرامش و اینها، ولی تا اون زمان به نظر میرسه که همین هست که هست، دیکتاتورها هستن، من و شما هم هستیم و به همین روال داره پیش میره. خب دوستان عزیز سلام میکنم خدمت آقای امیر حسین لادن و از ایشون تشکر میکنم که با ما هستن و همونجوری که در قسمت اول برنامه خودم به شما گفتم قرار داشتیم با آقای لادن که درباره این دروغ پردازی ها، پخش شایعات و اینها صحبت کنیم، ولی چون یک خبری مهمتر رسید من از ایشون میخوام که درباره این ترور سردار قاسم سلیمانی برای من و شما صحبت کنن و این موضوع رو باز کنن. آقا خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان ما. درود بر شما جناب سوربی، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانمون. تا طی چند ساعت گذشته دیگه هممون با مسئله ترور سردار سلیمانی در نزدیکی بغداد به وسیله پهپاد نظامی آمریکا آشنا هستیم. من میخوام چند تا مسئله رو برای روشن کردن مسائل و چارچوب ها در برش داشته کنیم. نخواست این که نشریه نیوزویک یک در نسخه بین‌المللی دسامبر 2014 یعنی 5 سال پیش
یه عکس بزرگی از قاسم سلیمانی میگذاره و دو تا جمله توش مینویسه، فکر کنم نشون میده که قاسم سلیمانی از دید خارجی ها و حتی دشمنان کی بوده و چی بوده. میگه که اول با آمریکا میجنگید، الان داعش را در هم میکوبد. او مغز متفکر نظامی و به تایید بسیاری از نظامیان فرماندهی عالی و دارای توان مدیریت راهبردی بالاست. به نظر من یه مقداری نشون میده که خب این آقا شخصیتش از نظر نظامی چی چی بوده، چگونه بوده. و اما چند تا از صحبتهایی که امروز شده در مورد ایشون، دیدیم که آقای خامنه‌ای بلافاصله گفته که ما میخوایم انتقام سختی بگیریم، که این میتونه خودش بسیار مشکل بزرگی رو به وجود بیاره. و آقای اسماعیل قاآنی رو گذاشته به جای جان که بشه جانشین ایشون. آیت الله سیستانی معترض بوده و گفته که این حرکت آمریکا در داخل عراق نقص حق حاکمیت عراقه. وزارت امور خارجه روسیه میگه که قتل قاسم سلیمانی باعث تنش در تمام منطقه خواهد شد. وزارت چین میگه که ما با هر نوع خشونت و استفاده از زور در روابط بین المللی مخالف هستیم. یک کامنت جالبی هم هست از طرف یک رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا که یه پیشبینی میکنه. ایشون میگه که اشتباه نکنید، هر جنگی با ایران شبیه جنگ سال 1990 خلیج فارس، زمانی بود که آمریکا با یه عده متحدین حمله کردن به عراق، زمانی که عراق رفته بود کویت رو اشغال کرده بود. این میگه که فکر نکنین اون جنگ نیست. یا اینکه جنگ 2003 یعنی موقعی که جورج دبلیو به عراق حمله کرد نیست. اگر ایر با ایران بجنگیم تمام منطقه در جنگ خواهد بود و حتی شاید دنیا به جنگ کشیده بشه. اینم دید و پیشبینی این آغاز. یکی از اتفاقاتی افتاد بهش توجه نمیشه یا همه توجه نکردن، اینه که اولین اتفاقی که افتاد قیمت نفت به شدت رفت بالا و ارزش بورس جهانی کاهش پیدا کرد. همیشه این دوتا همراه با طلا نمونه نمودار این هستن که چقدر ثبات و چقدر امکان تزلزل وجود داره، و این دوتا کاملا نشونه تزلزل و عدم ثبات. و اما در اینجا قبل از که ادامه بدم، اگر علاقمند باشین پرسشی گفتگویی باشه، وگرنه میخوام در مورد برنامه و هدف آمریکا صحبت کنم. من یه مقداری بعد میخوام از شما بپرسم راجع به اونایی که الان فکر میکنن این ترور باعث میشه که جمهوری اسلامی دیگه کارش تموم بشه و اینها، نظر شما در این رابطه چیه؟ بله، آقای قاسم سلیمانی بد بوده، آدم کشته، دستش به خون آمریکایی‌ها آغشته است. خب خیلی آمریکایی‌ها هم دستشون به خون مردم جهان آغشته است. باید یه دادگاهی باشه، یه جایی باشه، والا اینجوری بری بزنی هر کسی، اونم بلند شه یه هواپیما بی سرنشین بفرسته یه جای دیگه بزنه، این که اصلا نظم دنیا از بین میره. ولی دیدم در به اصطلاح نوشته ها و رادیو تلویزیون های ایرانی، مخصوصا لس آنجلسی، که همشون دوباره یک شور هیجان کاذبی بینشون راه افتاده، و میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم. بفرمایید. حتما. ببینید، من فکر کنم دو قسمت داره، من بخش پایانی رو اول پاسخ میدم. اون این که اونجور اشخاص، اینا که بهشون اشاره کردین در لس آنجلس، فقط در لس آنجلس نیستن، جای دیگه هم هستن ولی اونجا متمرکزن، کسانی که نجاتشون رو از بیگانه میخوان حتی به قیمت نابودی میهنشون، واقعا گمراه، نادان و یا مزدورن، یعنی عامل بیگانه. اگر ما 100% همم، یعنی هیچ ایرانی با وجدانی تا
طرفدار ملاها و فجایعی که در ایران کردن و میکنن و چپاول ثروت ها و نابودی منابع آبی و سبز، هیچ کس با اینها همراه نیست. ما همه میخوایم اینا را از بین ببریم، جایگزین کنیم، ولی نه در با نابودی میهنمون. این اشخاص باید یه نگاه، درباره این قبلا صحبت کردیم با هم، یه نگاه بکنن به عراق، یه نگاه بکنن به سوریه، به لیبی، به افغانستان. چیزی باقی نمونده از این کشورها غیر از این که همه چی نابود شده، برگشتن به اندازه 50 سال به عقب و صدها هزار نفر کشته و زخمی و چند میلیون نفر فراری و آواره. آیا ما برای ایران چنین چیزی رو میخوان؟ اینا واقعا اوج نادانی و گمراهیه. و بخش اول پرسشتون رو متاسفانه فراموش کردم. همون خواستم ببینم اینایی که فکر میکنن با کشته شدن یه نفر نظام فرو میریزه، و ما دیدیم که حتی اوائل انقلاب اینها رو اون فرغان بود خیلی هاشون رو ترور میکرد، یا اون انفجاری که در حزب، در دفتر حزب جمهوری اسلامی شد که اینا میگن 72 نفر میخوان یه جوری اون حالت بچسبوننش به سرای کربلا، هیچ اتفاقی نیفتاد. این رو اون یکی آمد به جاش. حتی مرگ خمینی، مرگ رفسنجانی، اینا همه منتظر بودن اگه اینا برن یه اتفاق بزرگی بیفته، ولی الان به قول شما من حتی خبر نداشتم که الان کی جانشین شده، ولی تلویزیون‌های آمریکایی میگفتن که خب این یه نفر که نیست، که این دپوتی داره، معاون داره، افرادی رو تو این 40 سال زیر دست خودش پرورش داده، اگه چیزی بلده اونام یاد گرفتن و از فردا اونام میان سر کار. اینو فقط داشتم میگفتم که آیا این شور و هیجانات کاذب هم مثل همون خبرهای دروغ و اینها نیست، پخش کردنش باعث بشه مردم به اصطلاح اعتمادشون از دست بره و همه بشیم چوپان دروغگو؟ ها کاملا. ببینیم، یکی همین چیزی که الان شما در پایان بهش اشاره کردین، یکی این که واقعیت اینه اینقدرها ببخشید عذر میخوام از من تلفنو خاموش کنم بفرما دستن در کاران حکومت فقاهتی در ایران. درسته که ما واقعا فکر میکنیم احمق و عقب ماندن، ولی به قول معروف، به قول آمریکایی میگن dumb as a fox، یعنی مثل یک روباه حواسشون جمعه و کار زیاد احمقانه انجام نخواهند داد. یعنی خودشونو با شاخ گاو به جنگ نمیندازن. واقعیت اینه که میدونن که آمریکا میتونه نابودشون کنه. یه چیز دیگه هم وجود داره و اینی که کشورهای منطقه نمیخوان نابود بشن و اونا با جنگ موافق نیستن. اون جنگی که در یمن میشه که بهش میگن پراکسی وورد، جنگ‌های جانبی، اون یه چیز دیگه هست. داری توی یک کشور دیگه میجنگی، همون کاری که ترکیه و متفقین یه موقعی در ایران کردن، نصف ایران نابود کردن. ولی جنگی که بخواد خود این کشورها رو آسیب پذیر کنه، هیچ کدومشون نمیخواد. و برای همینه که یه خود ترامپ دست به عصا را میره، ولی ترامپ خودش آدم بسیار نادانیه. خیلی ممنون. این ماجرای دام از فاکس بکنم مثال خوبی نباشه، چون روبا آدم به جانور باهوشیه، ولی چرا اینو استفاده میکنن نمیدونم. فکر کنم دام از راک میگن، مثل سنگ. در هر صورت آره، این ماجرای جنگ های نیابتی یا پراکسی وور، اینجا الان سبتالا صحبتش بود، همه متفقا میگن که آقا ما قبول داریم که این آمریکایی رو کشته در سالهای فلان فلان فلان، ولی الان این برای ما داشته می جنگیده، آیسیس رو از بین برده، و طرف میگه که ولی نگاه کن توی عراق بوده. میگه خب آقا با هواپیما اومده رفته، ضمن این که بله این تو عراق بوده، تو سوریه بوده، تو لبنان بوده، هر جایی که ایران الان نفوذ پیدا کرده بوده، و دلیل نفوذ ایران دخالت
شماها هست. آقای اکبری هم نوشته من از قاسم سلیمانی نمیخوام دفاع کنم، ولی کار آمریکا بی نهایت اشتباه بود و مهمتر این که این کار به دستور مستقیم ترامپ شارلاتان بوده. شما فکر نمی کنید که ترامپ الان توی این کورنر انتخابات و ایمپیچمنت قرار گرفته و مجبوره که این کارا رو بکنه، که حتی خود را تلویزیون آمریکایی گفتن میخواد نظرات رو به اصطلاح منحرف کنه به این به اصطلاح کشته شدن این شخص و حتی ترس از جنگ احتمالی. فکر میکنید که انتخابات امسال باعث شده، مخصوصا اینم سال 2020 با شروعش، ضمن این که در وکیشن بوده، در تعطیلات بوده، این کار انجام داده یا نه؟ من این بخش رو گذاشته بودم در پایان صحبتام بگم، چون کاملا بازش میکنم. ولی اون قسمتی که آیا این اولا این که دستش به خون آمریکایی‌ها آلوده بوده، همجور شما اشاره کردین، در آمریکا من میتونم ده‌ها نفر رو نام ببرم که دستشون به خون هزارها نفر، صدها هزار نفر آلوده است. شما نگاه کنین به هنری کسینجر، یک جنایتکار قرنه. این باعث نابودی چند کشور و ده‌ها هزارها صدها هزار انسان شده. هنوز داره در سن خدا میدونه چند سالگی زندگی میکنه. نگاه کنین به رهبرای کابینه بوش، جورج دبلیو بوش، یکی از یکی جنایتکار و آدم کشتر بود و دستشون به خون ده ها هزار انسان بیگناه در افغانستان و عراق آلوده است. اینه که اگر میخواییم اون کار بکنیم، بعد همه اینا رو ببریم دادگاه. منم همینطور که یکی از بینندگانتون اشاره کردن، نه طرفدار سلیمانی هم، نه میخوام ازش دفاع کنم. من از هیچ کسی که با جمهوری اسلامی همکاری کنه دفاع نخواهم کرد. اونا باید، ولی من دنبال کشتن کسی هم نیستم، از مرگ کسی هم خوشحال نمیشم. من امیدم اینه که بعد از اینکه ما بتونیم ایران رو آزاد کنیم، دادگاهی وجود داشته باشه و گناهکارها، جنایتکارها، فاسدها برن توی دادگاه و دادگاه تصمیم بگیره سرنوشت اینا چی میشه. اما اگر بخواین من میتونم برم تو اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردم در بهار 2007، یعنی 13 سال پیش منتشر کردم و نشون میده که، یعنی به این موضوع الان ربط داره و نشون میده که هدف و برنامه آمریکا در منطقه چیه. موافق هستین؟ بفرمایید. بعد از توی اینا که بهتون میگم بخشی از اون مقاله است، بعد از جنگ دوم جهانی تنها کشوری که فاتح و قدرتمند و با توانایی مالی بسیار گسترده از جنگ اومد بیرون آمریکا. الان آمریکا 70 ساله که تمام هم و غمش اینه که این دوتا مطلب رو نگه داره، این دوتا صفت رو، یعنی توانایی عظیم، بزرگترین توانایی نظامی و توانایی عظیم اقتصادی. برای اینکه بتونه این دوتا رو حفظ کنه، خب یه کارهایی باید بکنه که الان هممون 70 سال شاهدشیم و به چند تاش اشاره میکنیم. برای مثال در حال حاضر آمریکا 977 پایگاه نظامی برون مرز خارج از آمریکا داره، یعنی در دنیا. بودجه علنی این پایگاه ها 48 میلیارد، ولی میگن بودجه اصلیش 3 برابر. از این 48 میلیارد آمریکا نصفی از این مخارج رو از کشورهایی که درش این پایگاه هستن، بهش میگن کشورهای میزبان، از اونا به صورت داوطلبانه یا اجباری میگیره. و اگر البته هر چیزی که من در اینجا بیان میکنم، اگر بینندگانتون علاقمند باشن بهشون میگم که منابعش کجا هست که بتونن برن بیشتر مطالعه کنن. آمریکا برای حفظ ابرقدرتیش
و حذف هر نوع معترض خاورمیانه و خلیج فارس رو یک قوس درست کرده، اسمش گوشه قوس ثبات، یعنی یه دونه نیم دایره گذاشته دور ایران و تشکیلات نظامی و پایگاه‌ها و همه چی در این قوس وجود داره. یعنی آمریکا اون منطقه رو محاصره کرده و برنامه وزارت دفاع آمریکا اینه که برای تأسیسات نظامی آمریکا در عراق حتی از حضور، این خیلی جالبه، حضور آمریکا در عراق، داریم راجع به موقعی که من این مقاله رو منتشر کردم صحبت میکنیم، حتی از حضور آمریکا در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم عظیمتر بوده. حالا جنرال آلن پک، فرمانده ستاد مرکزی نیروی هوایی آمریکا، میگه سالانه $1 میلیارد خرج احداث تأسیسات نظامی آمریکا در عراق میکنیم و تا زمان مورد نیاز در آنجا حضور خواهیم داشت. آمریکا طی 4 سال گذشته، باز دوباره اشاره میکنم که این در اون مقاله است، 13 سال پیش نوشته شده، 4 سال گذشته را یعنی 17 سال پیش تا 13 سال پیش، آمریکا 75 پایگاه و تأسیسات نظامی در عراق احداث کرده. بعضی از مناطق مورد نظر برای این پایگاه های ثابت کردستان، بغداد، استان انبار که ایاتون باشه توش چند تا شهر بود که معروف شد، فالوجه، رامادی، تکریت که اونجایی بود که صدام به دنیا آمده بود، و مناطق شیعه نشین جنوب بغداد و جنوب عراق. یه چیز دیگه که جالبه که الان این ترور نزدیک اون اتفاق افتاده، یا اون جدال هایی که چند روز پیش دیدیم حمله کرده بودن به سفارت، سفارت آمریکا در عراق بزرگترین و مجهزترین سفارت آمریکا در جهان است. از نظر وسعت 6 برابر سازمان ملل و از واتیکان بزرگتر، و البته طوری ساختن که نزدیک 60% از منابع نفت جهانه، یعنی عراق و عربستان و کویت و ایران و غیره. اینم با برنامه و هدفمند الکی اونجا ساخته نشد. و اما حضور و نفوذ نظامی آمریکا در اون قوس ثبات که خدمتتون گفتم، برای جلوگیری از نفوذ بیشتر چین در منطقه است. برای اینکه رشد بی‌نظیر اقتصاد چین همراه با تکنولوژی پیشرفته و مردم تحصیل کردهش آمریکا رو به تکاپو انداخته. جنرال مکسول تایلر، فرمانده سابق کل نیروهای آمریکا، میگه که هدف باید مشخص باشه و این گفته ایشونه توی گیوم است. دست‌های ارتش میبایستی دور گلوی خاورمیانه را سفت چسبیده باشد. برای این کار نیاز به حضور گسترده، پایگاه‌های بسیار مدرن و مجهز و 1000 نظامی دارد. با هدف کنترل نفت و کنترل نظامی مناطق. و میگه که ما البته این کار رو زیر پوشش ساختگی نبرد بر علیه تروریسم و گسترش دموکراسی انجام میدیم. همینجوری که دیدیم افغانستان و عراق چجوری با این چیز ساختگی، هدف ساختگی نابود کردن. گفتم ما میخوام براتون دموکراسی بیاریم. این محافظه‌کاران آمریکا که اینجا بهش میگن نئو کنسرواتیو، اینا معتقدن که عراق شروع کار بود نه انتها. ایران و سوریه و لبنان جزء برنامه است. آمریکا برای نجات از این باتلاق عراق الان نیاز داره که دست به هر چیزی بزنه.
نتانیاهو وزیر نخست وزیر اسرائیل که تندروی دست راستیه دور دنیا، این ماله همون دوباره تکرار میکنه، این ماله اون مقاله 13 سال پیش دور دنیا میرفت و میگفت راجب ایران، میگفت تنها با جنگ و زور میتونه مشکل ایران رو برطرف کنه. باز اینجا میخوام مکس کنم قبل از اینکه بقیهش رو ادامه بدم. اگر پرسشی دارین یا نه، فقط آقای اکبری نوشتن که آقای لادن جنگ شما چه توقعی دارید؟ وسط جنگ دادگاه معنی نداره. آقای شهروز ساسانی هم نوشتن در حال حاضر جورج بوش، رامسفلد و کیسینجر جرئت نمی‌کنن به اروپا سفر کنن، اگر به اروپا سفر کنن به جرم جنایت علیه بشریت دستگیر خواهند شد. یا آقای سرباز آمریکایی هم یه عکسی فرستاده که ماشین تانکش به اصطلاح منفجر شده و میگه 4 تا از سربازاش مجروح شدن و یکیش هم کشته شده. بعد نوشته بعد از اینکه ما هزاران بسته کمک به افغانی ها پخش کردیم، ماشین ما توسط قاسم سلیمانی منفجر شد. و خیلی جالبه، رایفل اسلحه های M16 و اینا دستشونه و به نظر میرسه که خدا خنده داره. و این آقا برای کانگرام داره ران میکنه و خیلی جالبه که برنامه ما رو نگاه میکنه، طرف آمریکایی شان. حالا من بعد عکسش نشون میدم. ضمناً ممنونم از آقای سعید از کالیفرنیا که یه عکسی فرستاده که نشون میده در رابطه با همون صحبتهای شما، اون سران یا مسئولین دوره جورج بوش چجوری پولدار شدن بیلیون بیلیون، و بیچاره آمریکایی‌های فقیری که از فقر به ارتش پیوستن چجوری دست و پا شکسته و کور و شل و یا کشته از بین رفتن. و خیلی قشنگ نوشته بعضیا خیلی چیزا رو از دست دادن، خیلیا بعضی چیزا رو از دست دادن، بعد نوشته خیلیام اینقدر پول گیرشون اومد. عکس دیک چینی و دخترش هم باید اضافه کنه. بفرمایید. و اما ترور سلیمانی میهنمونو یک گام به درگیری نظامی نزدیکتر کرده. حالا میخوام اشاره کنم به اون چیزی که شما راجع به ترامپ گفتین. ترامپ تا خرخره توی باطلاق خودکامگی بودیگری و منابع شخصی گیر کرده، از طرف کنگره استیضاح شده، دنبال راه نجات. نتانیاهو محکوم به فساد و رشوه است و امکان داره که به زودی گرفتار و زندانی بشه. نیاز به یک حادثه بزرگ داره که تمرکز رو از روی خرابکاریاش برداره. رژیم فقاهتی که کفگیرش به تای دیج خورده و در اعتراض آبان حتی مستضعفین که پشت و پناه رژیم بودن اینا را از دست داده و اونا دارن بر علیه رژیم حرکت میکنن، در به در دنبال راه فرار از این مخمص است. پس بنابراین هم آمریکا، هم اسرائیل و هم خود رژیم دنبال راه فرار و راه نجات هم. تو آمریکا به این میگن perfect storm، یعنی زمانی که همه چیز آماده است و داره کمک میکنه که یک انفجار به وجود بیاد. در این چارچوب ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داره. من فکر میکنم که هیچ ایرانی با وجدانی راضی با نابودی کشورش نیست و نمیخواد کشتار هموطنانشو ببینه. ما تلاشمون برای براندازی رژیم، برپایی یه حکومت مردم سالار ملیه که وظیفه هر ایرانی آزادیخواه و میهندوستیه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز اگر سوالی دارید از آقای لادن میتونید با این صفحه فیسبوک امیر H لادن تماس بگیرید یا با آدرسی که اینجا زیر عکسشون هم دیدید در حین صحبتاشون، اندیشکده.net.
آقای لادن از شما ممنونم. باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنم و به امید اینکه دیداری داشته باشیم هفته آینده. سپاسگزارم، روز همه خوش. خیلی ممنون که با ما بودید. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. شما هم اگر مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم هم برنامه داشته باشید، هم مهمان ما باشید و صحبت هاتون اینجا گفتم از چپ چپ، راست راست، بالا پایین، این حزب اون حزب، ما شنونده خوبی هستیم. در عوض این اجازه و این حق رو هم برای خودمون رزرو میکنیم که بتونیم به گفته های شما انتقاد کنیم یا نظر خودمون رو هم بگیم. امروز بعد از این ماجرا، میدونید وقتی که اون امام جمعه شهر ما هم آقای دستقیب کشته شد و منفجر شد و اینا، شعرها ساختن و خیلی ها میگفتن همه اعضا بدنش از بین رفته، فقط فلان چیش مونده و اینها. و امروز یه عکسی آمده بود از دست چپ سلیمانی و من نمیدونم چرا این انگشتر عقیق دست چپش از اونجایی که انگشتر ازدواج میپوشن، و نوشته بود که تنها عضوی که باقی مونده. خیلی جالبه، همون صفحه رو میرفتی پایین عکس کامل خود اینو گذاشته بود که حتی یه صورتش هم بذارید اصلا بهتون نشون بدم، من اگه بتونم. این جالبه که روش نوشته تنها عضوی که باقی مونده، نگاه کنید پلیر 3 نوشته تنها عضو باقی مانده از قاسم سلیمانی تروریست. حالا اینم شما داشته باشین، اینم جنازش رو پیچیدن، چشمش هم سیاه کرده توی پرچم و اون هم حتما یخ و این چیزا هست دور برش. و اینه که یه مقداری باید به این حرفای اینترنت و اینها خیلی توجه نکرد و مواظب بود. اجازه بدید من اینها رو درست کنم بیام خدمتتون، چون وقتی که با آقای لادن بودیم برای ایشون تنظیم شده بود. اینجا من این رو هم درست کنم و 1 و 1 و 1، پس بریم 2 3 4 5 رو میذاریم برای خودمون، اوکی، و 6 مردم تیوی. آدرسمون اینفو ات مردم تیوی، پیپل خیلی ساده، paypal.me. بله، میگه که آهان آقای خازه‌ای الان رسیدن، دیر آمدی قربان. نظر آقای لادن در مورد شخص کشته شده چیست؟ ایشون گفت خیلی ها هستن نه فقط در ایران، در جهان این جرم ها رو انجام دادن و باید در دادگاه های مردمی به اصطلاح محاکمه بشن. فرد آقا، به به، آقای یزدانی دوست خوبمون، سلام آقا، سال نوتون مبارک. ایشون نوشته که متاسفانه این عمل دو تا کار بسیار مهم را در منطقه به عمل رساند، یکی مبارزات مردم ایران را به عقب برگرداند و دوم مبارزات مردم عراق را کاملا به شکست رساند، و در آمریکا هم ترامپ با این عمل اخبار را از خود به سوی ایران سوق داد. ولی فکر میکنم آقای یزدانی الان دیگه مثل گذشته نیست و دیدید خبرها چقدر زود کهنه میشه، باز بر میگرده. اتفاقا الان برگشته ترکشش به طرف خود ترامپ. حتی ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها میگن ما باید بیام این مدارکی رو که این پامپئو میگه ما طبق اون مدارک حمله کردیم و پریمتیو یعنی پیشگیری میکنن. خب اگه اینجوری باشه من میتونم این همسایم رو بزنم بکشم برای که یه وقت اون من رو نکشه، بعد بیام سراغ این همسایم، اینم بزنم بکشم برای که یه وقت این نیاد من رو بکشه، بعد برم سراغ اون یکی همسایم. اون وقت خیلی جالبه، اینا میگن چرا این قاسم سلیمانی توی عراق بوده، تو کشوری که سالهاش اونجا داره میجنگه و کمک خودشون کرده، همسایه ایرانه، ولی خودشون از این ور دنیا تو همه اون کشورها هستن. برید
یه کسی اگه پیدا کنه این عکسو بفرسته من نشون بدم، عکس کشورهای اطراف ایران و تعداد نفرات و بیس های آمریکا. و یکی از قول های این ترامپ شارلاتان این بود که من این جنگ های بی انتها رو endless war تموم میکنم و سربازان رو به خونه و زندگیشون برمیگردونم و اینجا به کار میگمارم، چون شرکت هارم از نتونسته مونده. اون وقت خواننده ما که احساس هنرمند بودن میکنه و خیلی هم فهم و شعور داره میگه آقا دیدی همین ترامپ شارلاتان زد اینو کشت؟ خب کشت که کشت، هر کشتنی پایان این ماجرا نیست، بعضی از این کشتارها شروع و آغازه. همین چیزی که آقای یزدانی میگه، میگه این تازه اون منطقه رو که خراب میکنه هیچی، همون حقی هم که مردم داشتن، تظاهرات داشتن و اینا، تبدیل شد بیا امروز جمعه برو تشییع جنازه، برو نماز جمعه مقبر آمریکا بگو، فردا بشه تشییع جنازه. در صورتی که مگر خود ترامپ نمیگه من با تحریم میتونستم این ایرانی ها رو، حکومت ایران رو به زانو در بیارم. از اون ور کره شمالی خار شده تو گلوش گیر کرده، هی برام گلدون بفرست، این بادی منه، نامه عاشقانه برام نوشته، لاولی لیدر، لاولی لیدر که کسی به سران دولت میگه نایس لیدر، لاولی لیدر چی؟ نامه عاشقانه برات نوشته. حالا دیگه آخر عمری میخوای بری گی هم بشی با این قیافه و هیکلت بمانه. بله میگه فردا یکی به جای اون منصوب میشه. آقا شد، آقای مانی عزیز، آقای لادن اسم طرفم گفت، شما اگه ارتش رفته باشین چین آف کامند، سلسله مراتب اینه. آقا شما سرهنگ داری، پشت سر سرگرده، سروانه، این اگه تیر خورد اسیر شد این قدرت رو میگیره، این قدرت. اینا 40 سال اینجوری اینو نگه داشتن. اتفاقا محسن سازگارا در این باره صحبت کرده و میگه که ایران نمیاد به جنگ الان با اینا، چون ایران طی سالها نشون داده که با مهره ها بازی میکنن، هر جا به نفعشونه اینا رو جلو عقب میکنن. اون خانم چیز بود که توی این برجام شرکت داشت، ویندی شیرمن کیه، اون اومد گفت آقا خانم همه ما قبول داریم که این قاسم سلیمانی آدم کش بوده، ضمن اینکه آقای اکبری میگه آقا اینا که جنگ میرن همه آدم کشن، میرم بتونم این آقا رو پیدا کنم که برای من فرستاده، میخواد نماینده مجلسم بشه، رو توییتر فرستاده بود که ما بعد از اینکه هزاران بسته کمک به افغانی ها پخش کردیم، ماشینمون در راه برگشت به پادگان رفت روی یکی از این بمبایی که قاسم سلیمانی گذاشت و 4 تا برو آقا ننت و شوهر بده، خدا بیامرزه پدر بنده رو، به اینایی که اینجوری مزخرف میگفتن میگو شما اول برو مادرت و شوهر بده. بله فردا نه منصوب شد رفت، 100 تا قاسم سلیمانی دارد. آقا شما کوتاه اومدی، 100 تا چیه؟ هزاران قاسم سلیمانی داره. قاسم سلیمانی فکر کنم بچه کرمانه، چون اونجا هم میخوام خاکش کنه. هزاران از اینا رو آوردن. وقتی که آقا میگم آقای جمالی، اونایی که تو هنرستان شیراز بودن میدونن، ایشون انباردار قسمت تراشکاری بود و یه روزایی گفت که من باید مرخصی بگیرم. گفتیم چرا؟ گفت داداشم گفته من کار میکنم، شما رفتین اونجا شغل دولتی گرفتین، من میخوام ول کنم برم شغل دولتی بگیرم. گفتم آقا بیکاریه؟ گفته بسیج و اون جهاد سازندگی و اینا همه استخدام میکنن. گفت بلند شد رفت. گفته من تا کی بیل بزنم کمردرد زیر آفتاب؟ اسلحه میگیرم دستم، همه میترسن. اگر پول بسازم پول ساختم، اینجا قدرت دارم، اگرم کشته بشم شهید شدم رفتم. اینه که این مذهبی ها میتونن نیرو جمع کنن و موفقن. به طرف میگی شما بیا امروز که داری خب لذت میبری و خدا و فلان و اینا و همه مردم هم به به بهت میگن، اگرم مردی شهید میشی. آقا خامنه‌ای رفته خونه اینا بهشون تبریک و تسلیت گفته، تسلیت برای که فوت شده، تبریک هم برای که شهید شده. خب اینم از این. بله میگه که آقای سوروی چند وقت پیش مجلس یک لایحه تصویب کرد که ترامپ قبل از هر حمله به ایران باید، نه حمله به ایران، حمله به هر جایی، اینا باید برن از مجلس
به اصطلاح اجازه بگیرن. ولی آقا انقدر لوپ هول، انقدر قانونا رو گذاشتن که دور بزنن اینها، بهشون میگن اگزیکیتیو اوردر. یه اگزیکیتیو اوردر صادر میکنه، درست اون ماجرایی بود که میگفت بابا چه کار است، میگفت نماینده مجلس، میگفت چه کار میکنه، میگفت قانون مینویسه، گفت خب که چی، گفت بابا خیلی مهمه، گفت برو آقا بابای من آجانه، گفت بابای تو آجانه اون چه کار میکنه، گفت هر قانونی که بابای تو مینویسه این سر خیابون با 5 تومن اون موقع 5000 میرنه روش میره. این ترامپ هم داره این کاره میکنه. با کی اومده صحبت کرده؟ با لینزی گرام. لینزی گرام یه آدم دیوونه‌ایه که برید ویدیوهای خودش رو نگاه کنید ببینید همون درباره این ترامپ چی گفته و حالا چه جوری از این رو به اون رو شده. چون اولا می‌خواست بشه جنرال آترنی این مردک که نشد، بعد به خاطر اینکه بتونه نماینده این کارولینا باشه، همشون مثل سگ از این میترسن و همه هم دارن میگن تو جاهای خصوصی چیز دیگه میگن، تو عموم که میاد چیز دیگه میگن. همین ماجرا الان تو عراقه، میگه دولت مردان عراق در جلسات خصوصی چیز دیگه میگن، در جلسات عمومی به مردم چیز دیگه میگن. عراق به آمریکا گفته آقا نزن، ما موندیم بین شما و ایران اسیر، این کارو میکنیم ما چه کار کنیم؟ مردی که رفته زده. بعد میگه ما به عراق هم خبر دادیم. خب به عراق خبر دادی که چی؟ که بگه نه بری بزنی؟ آقا خانم دیوانه است. آمریکا تو رو خدا این فیلم رو ببینید. سعید این اسمی که برات فرستادم یه عکسی ازش بفرست، اسمش ایدیوکراسی. یه فیلمی من تصادفاً توی این آن دیمند کاکس کیبل دیدم به نام ایدیوکراسی و این سال 2005 ساخته شده. شرح حال آمریکا که میگه که مردم آمریکا، میگه اونایش که با سواد با دانش بچه درست نمیکنن و این فامیلی تری اون شجره نامشون هی داره کم میشه. دو تا زن مرد نشون میده با کت شلوار مرتب، میگه نه حالا به زود بچه دار بشیم، باید اول خونه داشته باشیم، شغل داشته باشیم. 5 سال دیگه میگه حالا میخوایم بچه دار بشیم، بچه دار نمیشیم. خانومه نگاه به اون میکنه میگه یعنی از اینه، این از اونه. بعد چند مدت دیگه مرده میمیره، خانومه تنها میشه. میگه این دوتا تولیداتشون هیچ، 50% از بین رفت. بعد این ورنشون میده یه ردنک گردن سرخ کلومی، اوکی؟ این با زن خودش که هست هیچی، با زن همسایه که هست هیچی، با زن اون ور خیابون که هست هیچی، با زن اون که هست از هر کدومشون 2-3 تا بچه، دخترش نوه دار، بچه دار، فلان بیسار اینا. بعد این نشون میده وای همه جا رو پر کرده، اون با سواده از بین رفته. حتما این فیلم رو ببینید، ایدیوکراسی، اگه درست تلفظش کنه. و اینا فکر میکردن حالا بر اساس این فیلم 500 سال دیگه طول میکشه تا آمریکا یه سیاه‌پوستی یا یه اسپانیشی بیاد رئیس جمهور بشه. سال 2016 نه 2008 این اتفاق افتاد، 3 سال بعد از این ماجرا. و حالا حماقت مردم آمریکا به جای رسید که این آقا رفته حالا با تقلب با دخالت روسیه و اینا رفته اونجا. آقا طرف همشهری ما آقای رضا سلامی دکتره، پروفسوره، تو دانشگاه درس میده، البته حالا یک کمی جا زده، حالا میگه نه آقا من دنبال ترامپ نیستم، من دنبال ایشو هستم، یعنی من برام موضوع به موضوع فرق میکنه. نه آقا شما داری دروغ میگی، شما فکر کردی ترامپ الان میاد اون نمیدونم دولت در سایه و فلان، این حرفا چیه؟ ترامپ یه آدم شارلاتانه، یه آدم مزخرفه، یه آدم ملعونیه. حالا ببینیم چه خواهد شد. آقا خیلی ممنون. اینه دوستان، این فیلم رو آقای سم گذاشت توی آمازونم هست، من عکسشم به شما نشون میدم. بله، ایدیوکراسی. این فیلم رو به خودتون بدهکار هستید که نگاه کنید. میدونم ممکنه از لحاظ فیلم سازی ممکنه چیه خیلی ضعیفه، ولی موضوعش جالبه که ارتش آمریکا میاد یه آدم، این پسری که عکس اینجا میبینید نابغه، این آدم نابغه رو میذاره
توی این طرحهایی که دارن فریزش میکنن. بعد حالا چه اتفاقی میفته دیگه من داستان رو براتون نمیگم، خرابش نمیکنم. اوکی؟ برید ببینید چه میشه و کجای کار هستیم و آمریکا به کجا رسیده. البته تو اون فیلم باز آخرش حالا دیگه نگاه کنید خودتون ببینید چی. این فیلم شرح حال امروز آمریکاست. آمریکایی نه اخبار گوش میده نه چی میخونه. این برنامه قبلی آقای حسین نژاد میگفت آقای بنی‌صدر تعریف میکرده که این رجوی نه مقاله میخونه نه اخبار گوش میداده، هم فقط حرف میزده. گفتم خب بی خود نیست این، من یه جای خوندم دیپلمم نگرفته. البته آقای حسین نژاد میگه تو دانشگاه بوده، برادرش اون دکتر رجوی لیسانس و فوق لیسانس و پی اچ دی و اینا گرفته، این میگن از همون جوان که بوده دستگیر میشه، بعدم این ور اون ور و اینها. خب اینم از این ماجرا. دوستان عزیز بریم سراغ این پیام، که نه پیام در حین برنامه میذاریم، بعد از برنامه گوش میدیم و پخش میکنیم. یه بار دیگه من این فیلم رو بهتون نشون میدم، ایدیاکرسی، اینو نگاه کنید و اگه دوست داشتینم نظرتون در برنامه آینده بگید. دوستان عزیز برنامه های آقای حسن ارشاد شماره، یعنی ویدیوی 253 رو هم ایشون تولید کرده و ساخته و فرستاده، ما براتون ساعت 4 نشون میدیم. تا این 17 دقیقه‌ای که باقی مونده ما یه چند تا خبر براتون میخونیم. اینو دوستمون از خلیج فارس نوشته، این هم از طرف شمال آمده، ببینیم چیه. بله، اونایی که یکم سواد دارن مخصوصا هنرمندای آمریکایی الان شروع کردن صحبت میکنن، مثل این هنرمند بیغی ما نیست که خوشحال شده باشه. ببینید این روز مکگاون میگه apologizes to Iran for deadly US airstrike، میگه این خانم عذرخواهی میکنه از ایران و ایرانی ها به دلیل این حمله هوایی که باعث کشته شدن چی شد؟ کشته شدن قاسم سلیمانی شد. این هیچ جا نمیگه قاسم سلیمانی آدم نکشته، دستش به خون آمریکایی ها. همه میگن آلوده، باید بگه آغشته. آلوده یعنی کثیف، ولی آغشته یعنی باید. اینا هیچ که اینو نمیگه، ولی میگن تو این شرایط فقط یه احمقی مثل ترامپ میاد یه همچی کاری انجام میده. دوستان عزیز یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم از این مردم tv.com وبسایت ما دیدن کنید. اگه تا امروز و اون براوزر شما هم پیام میداده که سکیور نیست، ما از دیروز این دیگه سکیور شده، پولش هم دادیم و از این یه قدم بالاتر لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بریم ببینیم که چی نوشتیم. آقای مایکل مور که از دوره جورج بوش با فیلم هایی که ساخت آمد و دست دولت رو باز کرد و نشون داد، امروز نوشته، عکس قاسم سلیمانی رو گذاشته روی توییترش، به مردم ایران میگه شما این شخص رو میشناسید؟ میگه نگران نباشید، تا امشب به شما این رو میشناسانند و به شما میقبولانند که این بزرگترین دشمن شما و بچه‌تون و نوه‌تون بوده و ما بهترین کار رو برای شما انجام دادیم و اینو کشتیم. این آقای مایکل مور هنرمند فیلمساز، اون آقای هنرمند قلابی ما در کالیفرنیا. خب بذارید من اینم خاموش کنم، باز بیام خبرهای دیگرم براتون بخونم و ما هم بریم. خب ببینیم که چی میشه. بله، آقای یزدانی میگه خوشحالی و دلبستگی سلطنت طلبان به ترامپ جای بسی تأسف است. نطفه این رژیم به وسیله آمریکا در منطقه بسته شده و برای کنترل مردم منطقه است و هیچگاه عملی را انجام نمیدهند که این رژیم را سرنگون کند. شما باز نگاه کن، همین مردم عراق داشتن تظاهرات میکردن بر علیه ایران که آقا ما حکومت ایران را نمیخوایم، بیان بریم بیرون. الان چی شده؟ الان ترامپ برگردون به نفع ایران داره، به نفع حکومت ایران، چون ما این مشکل داریم
که آقا این حکومت آخوندا حکومت نماینده مردم ایران نیستن، چون انتخاباتی که لیست که بهش میدن بگه این نباشه این نباشه این نباشه به درد عمهشون میخوره، مثل همین حکومت آمریکا، آقا این نباشه پول نداره، اون نباشه، این خانمه آمده بود خیلی هم پرقدرت پیش میرفت، به خاطر پول و ماجراهای درگیری توی چیشون رفت کنار. دیروز هم اون آقای هولیان رفت کنار، کاسترو که اصلا وزیر اوباما بوده، دو تا دوقلوی جوان هستن پرشور و انرژی ولی پول نمیتونن جمع کنن، و دیدیم یکی یکی دارن میرن بیرون، حالا ببینیم چه میشه. خب اپیزود 52 Idiocracy, some jerk who talk about movies. این حالا نمیدونم. خب برگردیم بریم اینجا، این هم از طرف شمال آمده، ببینیم چیه. آها اینو نشون دادیم. آها میگه که بنابر گفتار امیر موسوی دیپلمات و مفسر ایرانی در مصاحبه با تلویزیون قطر، یک کشور عربی نماینده‌ای به ایران فرستاده که پیام آمریکا را به ایران برساند. طبق این پیام آمریکا درخواست کرده ایران انتقام نگیرد. در برابر آمریکا به ایران کمک اقتصادی کرده و معاصره اقتصادی را می‌خواهد. اما آقای موسوی پاسخ ایران را حتمی می‌داند و در ضمن ایران وعده‌های آمریکا را دیگر باور نمی‌کند. اما پاسخ در وقت مناسب و بدون عجله داده خواهد شد. ممنونم از دوستمون از خلیج فارس. و اما آقای لادن هم صحبت کردن در رابطه با بازار و قیمت نفت و اینها. ما اینجا به شما اینو نشون میدیم که ایرونیوز یا یورونیوز همینو میگه، میگه واکنش بازار به کشته شدن سلیمانی، جهش بهای نفت و طلا و جو قرمز در بورس. بعد اینجا هم نوشته شماری از نیروهای نظامی آمریکا وارد بغداد شدن. اینی که میخواست نیروها رو بیاره بیرون حالا داره 7500 تا میفرسه. همون شبی که درگیری را افتاده بود و همه میگفتن این بنغازی ترامپ میشه، ماجرای بنغازی لیبی که اصلا همه میگن چرا این سفیر باید تو اون شهر بوده، چرا باید اینجوری بی در دروازه باشه. خب اونو شما ولش کن، بزرگترین سفارت دنیا آمریکایی در عراقه و مجهزترین، رفتن عراقی‌ها رسیدن به دم درش. دیروز سوال میکردن آقا اینا چجوری به دم در رسیدن، شیشه ها رو میشکنن، داخل آتیش زدن، مار که اصلا این عقاب آمریکا رو وحشتن دارن تو خیابون میبرن. بعد آمریکا با چند تا هلیکوپترایی که مثل هواپیما میره آمد روی پشت بام اونجا پیاده شد و فاکس نیوز هم هی تعریف میکرد. ببینید به این میگن رئیس جمهور، احمق نمیگه، به این میگن رئیس جمهور نالایق. چرا اون پا برهنه برسه به پشت در سفارت؟ ولی این هواپیما که نشستن اونجا حالا چه کار کردی؟ دوباره 7000 نفر دیگر میخوای ببری اونجا؟ کدوم منطقه؟ منطقه ای که اگر اسمش منطقه گرین زون بود، یعنی منطقه امن، از دیروز گرین زون از بین رفته، بسته شده. از دیروز به تمام آمریکایی‌ها در اون کشورها گفتن ول کنید بیاین آمریکا. بعد از این پامپو مردکه چاغالو میپرسه خب اینایی که برای وزارت کشور وزارت امور خارجه کار میکنن چیه؟ گفت ما حالا شرایط رو ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه زیر نظر میگیریم عوض میکنیم. یعنی منتظر باشید تا ایران بگه حمله کنید به سفارت عراق، سفارت عراق هم بشه سفارت آمریکایی که در ایران گروگانگیری شد و ببینید اینا چی کار میکن. حالا هرچی برو بزن، تو رفتی از این ور دنیا اون ور دنیا، بله نیرو از سعودی بچتی آوردی، سعودی هم الان این روزا اطمینان نداره به عراق، به آمریکا. البته این دوست ما یه ویدیوی فرستاده بود، من فکر کنم ویدیو درست حسابیه، ولی یه ویدیو شوخی بود. ولی خارج از شوخی شما که نوشته بود سعودی ها دارن میرن فلسطین رو آزاد کنن، دوست عزیز از خلیج فارس گفتار عقل بشر رو داشتید، برید نگاه کنید سعودی اطمینانش رو از آمریکا از دست داد. از روزی که مجلس کمک های آمریکا رو به
همون دنباله همون صحبتی که این دوستمون میکرد آقای ساسانی، وقتی کمک های عربستان و اینها رو کنترل کردن، گفتن هر کسی نمیتونه همینجوری این ور ور حمله کنه، عربستان فهمید که پاش جای سفتی نگذاشته و سعی کرد از پشت پرده با ایرانی ها رفت آمد کنه. گفت چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. آقای هنرمند قلابی، آقای سوربی، در لینک پایین ترامپ در 2001 میگوید اوباما به ایران حمله خواهد کرد که دوباره انتخاب شود. میدونم آقا، این مردک هر چیزی که گفت، هر چیزی که گفت بر علیه اوباما، خودش الان داره استفاده میکنه، خودش داره انجام میده. ناگفته نمانه امروز این تو کاخ سفیده به خاطر اوباما. اوبامایی که میخواست به سفید پوستان نشون بده شما فکر نکنید من سیاه هستم، من از سفید پوستی شما هم سفیدترم، و این کار کرد. و باز برگردید به سیستم انقلاب و سیستم شاهنشاهی ایران، اگر امروز شما مریضی بیماری، اولین چیزی که ازت میپرسن میگن دیروز چی خوردی، دیشب چجوری خوابیدی، خوب خوابیدی، بد خوابیدی، نتیجه دیروز دیشب میشه امروز. قاجار چه کرد؟ پادشاهی پهلوی چه کرد؟ منجر شد به خامنه‌ای و خمینی و رفسنجانی. هی نگید شاه دموکرات بود، شاه 200 سال از ما جلو بود. اگه 200 سال از ما جلو بود پس همون بهتر که فعلا مرده، 200 سال دیگه شما برید از خاک بیارینش بیرون. بعد قراره که شاه هیچ کاری نکنه، همون مجسمه‌اشو بذارید یه گوشه بره بشینه برای شما احمقا، شما هم دلتون خوش باشه که شوهر ننتون شاه بود. خب خیلی ممنون آقای شهرروز ساسانی، در لینک پایین یا لینک بالا منظورتون. بله سعید کاووسی هم اگه اومده اینجا دیر آمده. بله لینک بالا. آها یه چی براتون بگم، تو فیسبوک وقتی شما عکس میفرسی یا لینکی میفرسی ولی قبلش با فارسی نوشته، جا اینا جا به جا میشه. اینو من بعدن یاد گرفتم و فهمیدم. من از همین اینا رو میبرم روی یک نامه‌ای یا یه صفحه مال ایمیل، اول اونجا می‌نویسم که ترتیبش درست باشه، بعد میفرسم. در صورت اینم از این جزئیات بیشتر درباره کشته شدن قاسم سلیمانی در گفتگو با نفیسه کوهنورد. آقا قاسم سلیمانی یکی از اینا بوده، اصلا مهم نیست. من به شما قول میدم حتی ممکنه ایران به خاطر منافع مالی و رفع تحریم ها با آمریکا معامله کنه. آقا قاسم سلیمانی مرد که مرد، شهید شد، خانواده‌اش هم خوشحال، یه پولی هم میدیم به اون، ما بگیریم فعلا حکومت اون رو نگه داریم. اینم از این ماجرا. خب دوستان عزیز ساعت 3:54 دقیقه است، به من چند دقیقه وقت بدید که این کامپیوتر برنامه زنده رو عوض کنم با کامپیوتر برنامه های از قبل ضبط شده و ویدیوهای آقای حسن ارشاد به شما نشون بده. اگر کسی مایل باشه حمایت کنه برنامه رو، ممکنه یه برنامه فوق‌العاده بذاریم یه شنبه یا دوشنبه برای همین ماجرا و احیانا اتفاقات و جریاناتی که خواهد افتاد. برید نوشته مایکل مور رو بخونید، برید نوشته این هنرمندان آمریکایی رو بخونید که اینها میدونن جنگ چه مشکلاتی درست میکنه. اینها کسانی هستن که از دوره ویتنام بر علیه جنگ، طرف گفت آقا نسل ویتنام رو میگن نسل شجاع آمریکایی، بریو نمیدونم جنریشن، گفت اشتباه میکنن، اونای بریو بودن، اونای شجاع بودن، وایسادن روبروی دولت و گفتن این کار شما اشتباهه. حالا اگه به اون بیچارهایی که رفتن حمله کردن، اون غلطه، اونو هیچ کس تایید نمیکنه، ولی اونا شهامت داشتن، نه اون که مثل بره اسلحه بگیره دستش بره چهار تا ویتنامی رو بکشه بعدم تا آخر عمرش هر شب خواب ببینه نتونه بخوابه. رادیو NPR رو گوش میدادم، طرف گفت که توی جنگ جهانی دوم گفت که وقتی که ما
آلمانی ها رو دستگیر کردیم، دستاشون رو بالا کرده بودن داشتن میمدن، این دوتا از جوانای آلمانی رو، سربازای آلمانی رو کشته. میگم من 70 خورده سال هر شب این دوتا تو خوابمه، تو مغزمه. میگم لازم نیست منو محاکمه کنن، لازم نیست من دادگاهی بشم، من خودم تو زندان خودم. حالا شما هی بشینید فکر کنید با یه نفر حکومت ریخ بریزه، مهم نیست. حالا حکومت داریوش همایون یه فیلمی گذاشته بودن ازش، آقای بها ابهری، اگه بها ابهری اینجا هم اون فیلم رو بذاره، من هیچ وقت ندیده بودم اینو. داریوش همایون درباره این که آقا همش این نیست این رژیم از بین بره صحبت میکنه، بعد طرف میگه آقا پس دموکراسی چی میشه؟ اون همین حرفی رو میزنه که آقای لادن زد، که میگه آقا الان دموکراسی شد تو عراق، دموکراسی شد تو مصر، دموکراسی شد تو لیبی، دموکراسی شد تو سوریه، دموکراسی شد تو تونس. روز روزگار به شما خوش، خیلی ممنون که با ما بودید، حمایت فراموش نشه و به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.